به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود فراوان خدمت شما شاگردهای عزیز و نازنین سنف نهم امیدوارم که هر کجایی که هستید و برنامه خودتان یعنی مکتب حادی را مشاهده میکنید جور سالم و صحتمند باشید من انجینیر محمد هادی نظری از مکتب هادی در خدمت شما هستم با مضمون فیزیک سنف نهم خب در شروع کار شاگردای عزیز ما یک شماره واتساب را به شما اعلام میکنیم که اگر در جریان درس شما سوالی داشتید اگر نظری داشتید در رابطه با برنامه با این شماره با ما در ارتباط باشید خب شماره را یادداشت کنید دو سفر 964 780 پنج چیل 13 شما میتونید از این طریق با ما در واتساپ و دیگر شبکه های اجتماعی در ارتباط باشید خب ما در سنف های قبل یعنی سنف هفتم و سنف هشتم مطالبی را در رابطه با فیزیک یاد گرفتیم چی مطالبی بود؟ یک موریری داشته باشید یادتان هست؟ مثلا در رابطه با حرارت صحبت کردیم در رابطه با انتقال حرارت صحبت کردیم در رابطه با برق ساکن صحبت کردیم اندازه گیری رو گفتیم و خیلی مطالب دیگه ای که دهی دو سنف بررسی کردیم اما در سنف نهم قراره چی مطالبی را بررسی کنیم در فیزیک سنف نهم یک نگاهی بر سرفصل مطالب داشته باشیم فصل اول شاگردای عزیز در رابطه با حرکت یک بعدی صحبت میکنه موضوعاتی مثل موقعیت، تغییر موقعیت، سرعت، تیزی، تعجیل مطالبیه که ما در فصل حرکت یک بعدی موارد بررسی قرار میدیم فصل بسیار بسیار جذاب و همچنین کاربردی در فصل دوم ما احتزازات امواج و امواج صوتی را مورد بررسی قرار میدیم که یه بحث بسیار جالبی هسته در فصل سوم برق جاری را بررسی میکنیم وقتی که ما کلید تلویزیون میزنیم سریعا روشن میشه یا پکه برقی را که میزنیم کلیدش سریع روشن میشه علتش چیه؟ اینها را در فصل برق جاری بررسی میکنیم فصل چهارم در رابطه با الکترومغناطیس صحبت میکنه تا حالا اساس کار ماشین کالاشوی یخچال در رابطه با اساس کار اینها فکر کردید اینها بر اساس قوانینی که در الکترومغناطیس هستن کار میکنن پس فصل چهارم چی کار میکنیم؟ در رابطه با الکترومغناطیس و قوانینی که وجود داره صحبت میکنیم این چهارتا فصله انشاءالله با همدیگه موارد بررسی قرار میده خب بریم با همدیگه درس شروع کنیم ما فصل اول با موضوع حرکت یک بودی آغاز میکنیم در جلسه اول سه تا موضوع رو بررسی میکنیم اول در رابطه با حرکت صحبت میکنیم یعنی حرکت تعریف میکنیم موقعیت تعریف میکنیم و تغییر موقعیت اجسام مورد بررسی قرار میدیم پس حواستون باشه که این سه تا موضوع در این جلسه خوب یاد بگیرید تا در جلسات بعدی که در رابطه با سرعت و تیزی تعجیل سرعت متوسط صحبت میکنیم دوچار مشکل نشید خب شاگردای عزیز علم فیزیک اگه بخوام یک تقسیم بندی داشته باشیم بر اساس نظری میگیم که به پنج قسمت تقسیم میکنیم مکانیک هسته ترمودینامیک الکترومغناطیس مکانیک کوانتومی و نسبیت یعنی از لحاظ نظری فیزیک به پنج تا گروه تقسیم میشه خب ما میگیم که بخشی از علم مکانیک که حرکت بدون در نظر داشتن علت حرکت یعنی کاری دیگه به علت حرکت نداره مورد بررسی قرار میده در یک کینماتیک میگیم پس کینماتیک بخشی از چیه؟ علم مکانیکه که حرکت بدون در نظر داشتن علتش بررسی میکنه موضوعاتی مثل موقعیت، تغییر موقعیت، تیزی، سرعت مباحثیه که در کینماتیک مورد بررسی قرار میگیره خب میریم سراغ موقعیت موقعیت چی تعریف میکنیم در فیزیک شایده عزیز میگیم که اولا یادتان باشه وقتی میخوایم در رابطه با موقعیت صحبت کنیم حتما باید یک نقطه مبده را در نظر بگیریم یک مبده باید داشته باشیم نگاه کنید مثلا ما میخوایم که موقعیت مکتب تعیین کنیم سعی شد؟ توی نگاه کنید ما خانه داریم مکتب داریم و کتابخانه قصد داریم که موقعیت مکتب تعیین کنیم چی کار میکنیم میگیم که اولا باید یک مبدأ تعیین کنیم ما در اینجا خانه را مبدع میگیریم پس وقتی خانه را مبدأ گرفتیم الان توانیم موقعیت مکتب نسبت به خانه بسنجیم و یا موقعیت کتاب خانه را نسبت به خانه بسنجیم چرا چون خانه به عنوان مبدع انتخاب شده یا میتونیم مکتب مبدا بگیریم وقتی که مکتب مبدا گرفتیم میتونیم موقعیت خانه را نسبت به مکتب بسنجیم و همچنین موقعیت کتاب خانه را نسبت به مکتب بسنجیم پس در تعیین موقعیت یک مبدا همیشه در نظر داشته باشیم خب موقعیت چی تعریف میکنیم؟ میگیم که موقعیت یک جسم متحرک یک کمیتی در فیزیکه خب شاگردای عزیز یادتان هست کمیت چی بود؟ در سنفای قبل ما کمیت برای شما تعریف کردیم دیگه سنف هفتم یادتان هست؟ چی بود تعریفش؟ احسن کمیت هر چیزی که در فیزیک قابلیت اندازه گیری داشته باشه و ما بیتانیم او را بر اساس یک عدد بیان کنیم در از اون میگفتیم کمیت پس میگیم چی؟ میگیم که موقعیت یک کمیتی در فیزیک که از فاصله از جسم تا مبدع تعیین میشه مثلا اگر خانه را مبدع قرار دادیم فاصله خانه تا مکتب موقعیت مکتب برای ما نشان میده یا فاصله کتابخانه تا خانه چی میشه به عنوان موقعیت کتابخانه تعیین میشه این تعریف موقعیت خب حالا که ما مفهوم موقعیت ها. دانستیم میایم حرکت تعریف میکنیم که حرکت چیه شاگردان عزیز اگر موقعیت دو جسم نسبت به هم تغییر کرد صحیح شد این دو جسم نسبت به هم متحرکن و اگر موقعیت دو جسم نسبت به هم تغییر نکرد این دو جسم نسبت به هم ساکنند خوب به مثال ها توجه کنید یک پدر فرزند خوده داغوش گرفته آیا فرزند نسبت به پدر ساکینه یا متحرک؟ احسن ساکنه دیگه حرکتی نداره. اما وقتی که پدر حرکت میکنه آیا فرزند نسبت به زمین هم ساکینه یا متحرکه؟ متحرکه. پدر نسبت به زمین چی؟ پدر هم متحرکه. یا مثال بعدی شما پشت موتر نشستید. شما نسبت به موتر ساکینه یا متحرک؟ شما ساکنین دیگه اما شما نسبت به زمین متحرکین دیگه صحیح شد پس اگر موقعیت دو جسم نسبت به هم تغییر کرد دو جسم متحرکن اما اگر نسبت به هم تغییر نکرد دو جسم چیه ساکنه این شد تعریف حرکت اما دو موضوع داریم یکی بحث مسافت هستن و یکی هم تغییر موقعیت خیلی ها این دو موضوع را با همدیگه اشتباه میگیرن فکر میکنن هر دویش یک معنا و مفهوم دارن اما با هم فرق میکنه یه حواستون باشه دیگه ما اول مسافت تعریف میکنیم در ادامه میریم سراغ چی؟ تغییر موقعیت این دو با هم دیگه متفاوته اما مسافت چیه؟ میگیم که مسافت شاگرد عزیز طول هر مسیری که جسم تعیین میکنه به عنوان مسافت نامیده میشه شما روی شکل هم نگاه کنید این بایسیکل این مسیری که تی کرده و ما با خط سرخ نشان دادیم این مسیر میشه مسافتش دیگه همین مسیر متر میزنیم هر چقدر شد همین میشه مسافتی که تای کرده دیگه پس طول مسیری که جسم تعی میکنه میشه مسافت مثال بزنیم گفته مسافت تای شده توسط شخص را از نقطه A تا نقطه C دریافت کنیم خب مسافت او طولیه که تعیین میکنه دیگه پس ای شخص از نقطه A اول به نقطه B مره در ادامه چی میشه؟ به نقطه C مره پس ما ای باید طول از را پیدا کنیم دیگه میریم سراغ تخت سیا میگیم که مسافت شاگرده عزیز مسافت شخص را میخوایم دریافت کنیم میگیم که اول از A به B می‌مره. پس مسافت اولیش AB هست. در ادامه از نقطه B می‌ره در نقطه C. خب از A تا B چقدر 4 متره. و از نقطه B تا C چقدر برابر با سه متره. کنار جمع کنیم برابر با 7 متر میشه. پس 7 متر مسافتیه که تقیی کرده. ایشو از تعریف مسافت یک مثال بسیار ساده بود اما مثال بعدی رو با هم بررسی کنیم مثال سختتر میکنیم دیگه این مثال رو توجه کنید خیلی مثال قشنگی هسته. گفته که ما یک ذره داریم این ذره ای ما روی محیط یک دایره به شعاع یک اشاره پنج متر حرکت میکنه صحیح شد؟ اگر این ذره ای ما یک دوره کامل بزنه این دایره را گفتم مسافتش حساب کنید. خب شما برای ما حساب کنید شاگرد عزیز یاد گرفتید دیگه گفتیم مسافت او طول مسیریه که تی میکنه فرقش چیه اینجا مسیریه که تی کرده یک دایره هست دیگه بریم با هم دیگه حل کنیم مطمئنا شما قبل از ما اینو حل کردید دیگه بریم سراغ تخت سیاه توجه کنید بگیم که یک دایره داریم فرض کنید ذره ما اینجا قرار داره در این نقطه دایره ما هم شعایش هست یک اشاریه پنج متر دیگه خب این ذره ما از این نقطه شروع به حرکت میکنه دایره رو تایی میکنه دوباره به همین نقطه چی؟ برمیگرده یعنی یک دور کامل دایره رو میزنه مسافت تعریفش چی بود؟ طولی که جسم تی میکنه حالا چه طولی رو تعی کرده؟ یک دایره کامل دیگه خب حالا این مسافت چه قسمی محاسبه کنیم؟ احسن محیط دایره میشه دیگه ما اگه بتانیم محیط دایره را دریافت کنیم در واقع مسافت تعی شده توسط شخص یا توسط ذره را پیدا کردیم دیگه فارمولش چی بود محیط دایره؟ احسن آفرین بر شما محیط دایره فرمولش برابر بود با دو پای آر دیگه که پای برابر با سه اشاریه چهارده بود پس مساوی میشه با دو ضرب در پای چی بود؟ سه اشاریه چهارده و شای ما هم که یک اشاره پنج بود اینا رو ضرب میکنیم دو ضرب در یک اشاری پنج میشه سه سه ضرب در سه عشاری چارده سه ضرب در چار دوازده چهار و برابر با نه میشه نه اشاری چل دو متر مسافتی بوده که ذره ما تایی کرده بحث بعدی ما در رابطه با تغییر موقعیت هم. ما مسافته یاد گرفتیم اما تغییر موقعیت چیه؟ خوب حواستان باشه این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نگیرین تغییر موقعیت تعریفش چی میشه؟ میگیم که شما به شکل نگاه کنید یک مورچه اگه به حرکت مورچه توجه کرده باشید میبینید که حرکت خیلی پیچ در پیچی داره دیگه این مورچه میخواد به سمت خانه خود بره. خب مسیرهای متفاوتی دارم میتونه از مسیر سرخ رنگ بره سبز بره یا از مسیر رنگ آبی بره دیگه مسیرهای پیج در پیج میرن هر کدام از اینا که تعریف کنه میشه مسافتش اما تغییر موقعیت چیه میگیم که اگر این مورچه از نقطه A مستقیم به نقطه زید بره بی میگیم تغییر موقعیت در واقع تغییر موقعیت کمترین فاصله که بین موقعیت اولیه جسم تا موقعیت نهایی جسم وجود داره و ما اگر بیایم با یک خط از نقطه اولیه مستقیم به نقطه نهایی رسم کنیم در واقع تغییر موقعیت میتونیم دریافت کنیم پس مسافت او فاصله یا او طولیه که جسم تعیین میکنه اما تغییر موقعیت چی میشه کمترین فاصله میشه بین همه این مسافت ها او کمترین فاصله رو ما میگیم تغییر موقعیت چه قسمی دریافت میکنیم؟ نقطه اولیه را مستقیم با یک خط به نقطه نهایی وصل میکنیم و تغییر موقعیت را به ما نشان میده در واقع اگه بخوایم دقیق تر تعریف کنیم میگیم که تغییر موقعیت بین دو نقطه یک کمیت ویکتوریه یادتان هست دیگه ما گفتیم کمیت ها ویکتوری بودن و اسکالر دیگه کمیت های ویکتوری کمیت های که جهت دارن دیگه علاوه بر مقدار جهت هم دارند اما کمیت های اسکالر چیان فقط مقدار دارند. پس میگه تغییر موقعیت یک کمیت وکتوریه که فقط به فاصله مستقیم بین نقطه اولیه و نقطه نهایی جسم بستگی داره پس اگر بخوایم یک مقایسه انجام بدیم میتونیم بگیم که تغییر موقعیت کمیت وکتوریه اما مسافت چیه؟ کمیت اسکالر و در حرکت روی خط مستقیم تغییر موقعیت میتونه مقادیر مثبت، صفر یا منفی رو به خودش بگیره، اما مسافت همیشه مثبته. صحیح شد؟ پس تغییر موقعیت میتونه مثبت، صفر یا منفی باشه، ولی مسافت همیشه همیشه چیه؟ مثبته. خب، حالا تغییر موقعیت چه قسمی ما میتونیم دریافت کنیم؟ اگر حرکت ما حرکت روی خط مستقیم باشه یعنی روی یک محور ما حرکت کنیم روی محور مثلا x بیایم حرکت کنیم تغییر موقعیت چه قسمی میتونیم دریافت کنیم اگر موقعیت اولیه جسم ما با x آی نشان بدیم یعنی استارت کار ما مبدا کار را با x آی نشان میدیم و موقعیت نهایی را با x f نشان میدیم صحیح شد یعنی نقطه نهایی ما میگیم که تغییر موقعیت رو با دلتای x نشان میدیم برابر میشه با نقطه نهایی منفی نقطه ابتدایی یعنی x اف منفی x آی دیگه پس از این فرمول میتونیم اگر جسم ما روی یک خط مستقیم حرکت کرد از این فرمول میتونیم تغییر موقعیت رو دریافت کنیم یک مثال بزنیم مثال توجه کنید گفته تغییر موقعیت شخص را از نقطه A تا B دریافت کنید خب ما روی شک که نگاه میکنیم میبینیم که روی یک محور حرکت کرده یعنی حرکتش مستقیم خط دیگه خب نقطه نهایی نقطه B که روی 80 قرار داره و نقطه اولیه چیه نقطه A که روی منفی 60 قرار داره خب این چه قسمی دریافت میکنیم بریم سراغ تخت سیاه خب این محور ما برای شما یک بار دیگر رسم میکنم میگیم که فرض کنید شخص در نقطه B قرار داره که برابر است با هشتاد در نقطه B نقطه نهاییشه نقطه اولیش هم که نقطه A هسته برابر با منفی 60 هست صحیح شد فرمول چی بود گفتیم اگر نقطه اولیه را با x آی نمایش بدیم نقطه نهایی را با x F نمایش بدیم میگیم که دلتا X که تغییر موقعیت به ما نشان میده برابر میشه با X اف منفی X آی صحیح شد؟ خب حالا X اف ما چند بود؟ 80 بود منفی X آی ما چند بود؟ منفی 60 بود دیگه سیست؟ پس منفی 60 هم میذاریم منفی در منفی مثبت میشه پس میشه 80 جمع 60 دیگه برابر با چند میشه 140 میشه دیگه پس تغییر موقعیت برابر با 140 متر شد یه از مثال ما مثال بعدی رو ببینیم مثال یکم سختتر میکنیم شاگردای عزیز خب مثال توجه کنید گفته که تغییر موقعیت شخص را از نقطه A تا نقطه C دریافت کنیم این مثال در قسمت مسافت هم آوردیم دیگه در قسمت مسافت آمدیم سه و 4 جمع کردیم و در نتیجه مسافت به ما داد اما الان گفته تغییر موقعیت را از نقطه A تا نقطه C دریافت کنید از نقطه A تا B 4 متر از B هم تا C برابر با سه متر میخوایم تغییر موقعیت را دریافت کنیم خب چه قسمی حل کنیم؟ شما به ما بگین بریم خب سراغ تخت سیاه، مطمئنا که حدس شما درست است خوب توجه کنید شخص اول در نقطه A بوده از نقطه A به نقطه B رفته این فاصله ای که تی کرده چقدر چه بوده؟ چهار متر بوده است؟ خب بعد به نقطه C رفته از نقطه B به C این فاصله ای که تعیین کرده چقدر بوده؟ سمت بوده. خب حالا میخوایم تغییر موقعیت دریافت کنیم. چی کار کنیم؟ اول باید بدانیم تغییر موقعیت طبق تعریفی که کردیم چه قسمی میشه دیگه. خب از کجا تا کجا تغییر موقعیت میشه؟ آفرین بر شما. اگر ما از نقطه A که نقطه اولیه ما هسته مستقیم به نقطه C وصل کنیم و این صورت که کمترین فاصله رو به ما نشان میده این وکتور در واقع چیه؟ تغییر موقعیت هست. خب حالا اگر چه قسمی دریافت کنیم؟ حسن، آفرین بر شما ما از قضیه فیساغورس استفاده میکنیم یادتان هست دیگه میگیم که قضیه به این صورت بود اگر ما خواهیم AC رو دریافت کنیم شما قبلا در ریاضیات یاد گرفتین برابر میشه با AB به توان دو جمع بی سی و توان دو تحت جذر دیگه خب میشه با جذر ای بی از A تا بی چقدر چار متره ای چهار رو به توان دو میرسانیم جمع از بی تا سی چقدر سه متره سه رو به توان دو میرسانیم مساوی میشه با چهار به توان دو شانزده سه به توان دو نو اینا رو جمع کنیم برابر با 25 میشه اگه تحت جذب ببریم برابر با 5 میشه پس فاصله ای تا سی که برابر با تغییر موقعیت بود از رابطه فیثاغورس ما دریافت کردیم که برابر با چند شد برابر با 5 متر شد خب بریم سراغ یک سوال دیگر. طبق نکاتی که گفتیم میخوایم حل کنیم نکات چی بود الان روی این سوال با هم دیگه بررسی میکنیم خب سوال خوب توجه کنید گفته که اگر شخص از نقطه A حرکت کنه و دوباره به همین نقطه برگرده مسافت طی شده و تغییر موقعیت شخص را گفته دریافت کنید هم مسافت خواسته هم تغییر موقعیت در واقع شخص از نقطه A حرکت کرده دوباره به نقطه A برگشته خب هم مسافت رو میخوایم می حساب کنیم هم تغییر موقعیت ها. خب بریم سراغ تخت سیاه خب شاگردای عزیز میگم که شخص در نقطه A قرار داشته رفته به نقطه B این فاصله برابر با 4 متر بوده از نقطه B به نقطه C رفته این فاصله برابر با 6 متر بوده از نقطه C دوباره به نقطه D آمده که فاصله متقابلا چون مستطیل هسته زل مقابلش برابر با چهار متر میشه و از نقطه D تا A هم که همان 6 متر میشه سایسته؟ خب میخوایم هم مسافت دریافت کنیم هم تغییر موقعیت یعنی شخص از این نقطه حرکت کرده دور زده دوباره به همین نقطه برگشته خب من مسافت رو برای شما حساب میکنم گفتیم مسافت طول مسیریه که جسم تعی میکنه صحیح شد خب طول مسیر رو میخوایم حساب کنیم میگیم که از A تا B رفته پس این میشه مسافت از A تا B رفته باز از B تا C آمده باز از C تا D رفته و از دی هم دوباره به ای آمده خب اینو میخوایم حساب کنیم از ای تا بی چقدر؟ چهار متر از بی تا سی چه قصه؟ شش متر از سی تا دی هم که چهار متر و از دی تا ای هم که برابر با دوباره چقدر؟ شش متر خب میگیم که جمعش چقدر میشه؟ 4 و 6 ده 4 و 6 هم ده که برابر با 20 میشه در واقع دوستان شاگرده های عزیز همان محیط مستطیل میشه دیگه که برابر با 20 متر شد اما تغییر موقعیت تغییر موقعیت چشه من محاسبه نمیکنم. کنم من به عنوان کار خانگی به شما میسپارم تغییر موقعیت در این شکل برای ما دریافت کنید من مسافت چه حساب کردم دیگه شخص از نقطه A رفته دوباره به همان نقطه برگشته از شما میخوایم که این سوال به عنوان کار خانگی محاسبه کنید یعنی تغییر موقعیت شخص برای ما دریافت کنید و به شماره و 780 255 برای ما روان کنید خب ما در این جلسه با موقعیت تغییر موقعیت مسافت و حرکت آشنا شدیم تا جلسه بعد همه شما عزیزانه به خدای یکتا میسپارم خدا نگهدارتان